پرسیدن که کدام اپوزیسیون دستور میدهد که بروید زن پا با زن پاسدار همخواب شوید، به زور البته چون اون واژه این قضیه رو داره، خانه و ماشین آخوندها را آتش بزنید و تشویق به خشونت و عریان میکنند. در کجای و کدام اپوزیسیون همچین حرفی میزنه؟ این تحریف ماست. ما بحثمون این بود که یک سرای یکی از بندازها بوده که سرای رو حکم قتلش رو میدن، بعد یک بار دوم که دستگیرش میکنن و چون باکره بوده 17 ساله بوده سه تا پاسدار بهش تجاوز میدن، سرای کشته میشه. مادرش معلم بوده، مادرش میبرن سر جسد سرای و اندام پاره پاره شده سرای رو مادرش میبینه. مادرش از کشتن سرای ناراحت نبود، اون صحبت میکرد حقیق میزد با خاطر این وضعیتی که داشتن، یعنی واسه ریپ کردن. هیچ کی درباره سرای هیچی نمیگه چون جمهوری اسلامی انجام بده، همه محققه که جمهوری اسلامی هر کاری میتونه انجام بده، اما جنایی که با جمهوری اسلامی میجنگه هر کاری اگه بکنه، چون خود جمهوری اسلامی اینجا قدرت داره، میان میگردن تو سرای بوتا و بعد همون صدا رو جعل میکنن. من میگفتم، جمله من این بود، گفتم اون قاضی که حکم قتل سرای رو میده، میگه قبل از قتلش باید سه تا پاسدار بهش تجاوز بکنن، اون قاضی که چنین حکم قتل میده او از جمهوری اسلامی دلار میگیره، او زندگی عالی، او سپورتل داره، او بچهش در آمریکا تحصیل میکنه، او زنش بهترین امکاناتو داره، مثل زن آقای قاضی، همین رئیس قوه قضاییه، کیه؟ همین زن او، یکی از زنهای میلیونر، همین زن اسمش چیه؟ زن رئیس قوه قضاییه، من خیلی حواسم چیز میشه، علم الهدا، دختر علم الهدا زن رئیس قوه قضاییه. خب شما نمیتونید بگید زن رئیس قوه قضاییه دختر علم الهدا در کارهای رئیس قوه قضاییه هیچ نقشی نداره، او از همه امکانات رئیس قوه قضاییه داره استفاده میکنه. در نتیجه اگه فردا اتفاقی بیفته فقط رئیس قوه قضاییه نیست که مجازات میشه، زنش هم باید مجازات بشه چون شریک جرم او هست، چون شب با او داره میخوابه، شاهد آدم کشی اوه و از اون شاهد نمیشه. من نمیتونم قبول بکنم که فردا اگه اتفاقی بیفته بچه های من دستگیر میکنن، زنشون تحت فشار قرار میدن، دخترشون تحت فشار قرار میدن، ولی اگه مثلا فردا اتفاقی بیفته ما کاری به اونا نداشته باشیم به خاطر اینکه ما آدم های مصلحی هستیم. نه، اونها در قدرتن. بعد میگه بندازها خشونت، اصلا مردم نمیتونن خشن باشن، ما اسلحه دستمونه، ما قدرت دستمونه، همیشه جنای حکومتیه که خشن میشه، اعمال خشونت رو اون جنای میکنه که از تروریسم دولتی تبعیت میکنه. به شما دروغ گفتن، تلویزیون ها اشکالایی که میام شما حرف میزنن، اینا اصلا سیاست رو نمیفهمن، قانون رو نمیفهمن. پلیس من در انگلیس زندگی میکنم، پلیس انگلیس هرگز نمیگه تو جنگی در اون کشور نمیتونی با تروریسم دولتی سپاه برخورد بکنی، دنیا سپاه پاسداران تروریستی میشناسه. بعد خود اپوزیسیون برای حقوق قائله، میگن از سپاه دفاع بکنیم. ببین من خلاصه بکنم، ما هرگز اون جمله رو صدای من جمع میکنن، روزی نیست که سپاه واسه من ویدیو درست نکنه. شما الان همین الان یه کانال هست، هر روز دو تا همین سخنرانی من دارم میشنوید، الان دارن میسازن جملات منو به هم وصل میکنن، به هم مونتاژ میکنن، به یه ویدیو 4 دقیقه‌ای درست میکنن، از اون برای من سانسور میکنن، از این برای ویدیوهایی که زنده من جهل من همه دارن میبینن. لیکن مردم از من یک تصویر عجیب غریب داره، هرگز به مردم نمیگن که او در انگلیس زندگی میکنه که در ترکیه است، هرگز به مردم نمیگن اون نویسنده و شاعره، هرگز به مردم نمیگن که او 20 سال در تبعیده، انگار دیروز از ایران اومده، یعنی انگار مزدور جمهوری اسلامیه. ببینید شما فضای خبری همش دست خودشونه، این آدمای شپویی که میارن واسه برانداز یا سیاسی مطلقا اینا سیاسی نیستن. من 3 سال دارم میجنگم، یه سوسیالیست و یه کمونیست ایرانی ندیدم که در حال جنگ باشه. چرا؟ What's the problem؟ شما هنوز یارو میگه من سلطنت طلبم، ولی تو ایران دارم، همین تو لندن ولی در ایران رفت آمد داره میکنه، بیزنس داره میکنه. اینا که به ایران رفت آمد میکنه میگن همینجوری شافت باشه، تو او داره بیزنس میکنه. یه بخشی هم هستن که به ایران رفت آمد نمیکنن، شافت نیستن. خلاصه بکنم، ببینید ما هرگز به مردم نمیگیم که برید به زن پاسدار تجاوز بکنید، تجاوز احمقانه است، میگه خودش شده، تجاوز در هر فرمتی غلطه. کلمه تجاوز مال من نیست، ریپ مال من نیست، کثیف این کلمه. ولی اینکه بعد از براندازی زن پاسدار باید مجازات بشه، بعد ما یه چیز یک سمیوتیک هم داریم.
خب آقای مطیع عزیز همچین چیزی رو بیان کردن، گفتن که شما همچین واژه‌ای رو دقیقاً بیان کردین، یعنی یه چیز کاملا از کلمه مشابه یا از یه مفهوم مشابه استفاده نکردین. گر چون صدای من نیست، نه اگه شما وایس من مشخص، من دو تا آیدی دارم در یوتیوب، در تلگرام، اونجا فقط. خب پس ما همین الان شما تصدی فرمایید که بر این باور نیستید. اصلا این باور نیستید، همین فقط میخوام شما اینو پس رد بشید. گوش کنید در اینش، نه در این خیلی نکته مهمه، یک دقیقه اجازه بدید. یه ویدیو وقتی در توییتر رایگیری میذاشتن، آقای رضا پهلوی 98% رای می آورد، مریم رضوی 1%، اون حسینی هم 1%. یه بار در توییتر اسم علی عبدالرضایی هم کردن اون وسط، علی عبدالرضایی آورد 40%، آقای رضا پهلوی آورد 56%، اونا هم هر کدوم 1%. دفعه سوم دیداش بوده، ناگهان یه ویدیو همه جا منتشر شد، یه ویدیو 1 دقیقه ای. در این ویدیو سوژه این بود که علی عبدالرضایی داشت میگفتش که به زن پارسا تجاوز کنید، به دختر پارسا تجاوز کنید، ای تجاوز. اینو کاملا جل کرده بودن، یه صدای یک ویدیو 1 دقیقه، یک کلای یهودی هم واسه من گذاشته بودن، از اون عکس از کجا آوردن خیلی واسه من جالبه. یک ویدیو کاملا چیزی درست شده 1 دقیقه، بعد بچه های چپ تو تمام ایمیل های بچه های چپ بود، به طور سیستماتیک در طی یک روز کل ایران اون ویدیو رو با من شناختن. با اون ویدیو یه نفر یا همه فلانج وحشی فلان اینا داشت میگفت زن پاسدار رو تجاوز کنید، اصلا زن بچه رو تجاوز کنید، دختر بچه رو تجاوز کنید. بعد مشخص شد که این صدا پیش دست کرده، از کلمه تجاوز من ازش استفاده نمی کنم. البته عرض کنم از کلمه تجاوز هم استفاده نشده گویا، حالا من نمیتونم واژه رو اینجا برای خود سیستم خودم اینطوری که نمیتونم بیان بکنم، اما بس اصل قضیه اینه که شما پس عملا رد میکنین همچین گفته، یا اگر من میگم تایید نمیکنین این گفته. اون ویدیویی که اینا سرچ میدن العربیه رو مثلا فرستادن با اون مصاحبه کردن، مصاحبه کردن العربیه گو خورده، همه اینا رو جعل کردن. من بودم وکیل بگم از خودم دفاع کنم باید 20000 پوند میدادم، من این توانایی رو ندارم. این العربی یک رسانه است، 3 مقاله به من میزنه، در یکی از دو گفته من مصاحبه علی عبدالرضاییه، یعنی با من مصاحبه کردن و من گفتم که غلط کردم، این مصاحبه رو گویانیوز هم منتشر کرده. ببین این همه اجهام شما دارید. سپاسگزارم. اینو وقتی من به ام پی لندن رجوع کردم، گفت اینا دفتر لندن ندارن ما علیهشون باشین، شما باید یه وکیل خودتون باید بگید، باید حزبتون بگید. خب حزبم حزب پولداری نیست که عیز من، ببین ما با پول داریم می جنگیم، چرا اینقدر عربا با من مشکل دارن؟ عربا یه نه عربا ها، بهترین دوستای من شاعران آمریکای عرب هم، شیخ های عرب با من مشکل دارن، دستگاه سعودی با من مشکل دارن، چون می دونیم چه اتفاقی داره می افته اونجا. اصلا اون دستگاه سعودی نمیخواد که جمهوری اسلامی نابود بشه. بریم تو بحث بعدی. سوال بعدی این هستش که پرسیدن که گفته شده که در 22 مهر 98 که زم در عراق دستگیر شد با شیرین نجفی تماسی داشتید، لطفا یک توضیح کوتاه در این مورد و ارتباط خود با دستگیری زم بدید. من نمیدونم حالا از کجا این سند حالا اومده. این بحث شما رو من الان اینجا چیز میکنم، خیلی احمقانه داریم شه، چون همه این سوالا خیلی خوب پاسخ داده. آره من چون دونه دونه سوالا رو که هست دارم میخونم. شما اول باید بگید بعد بفرمایید. let me say to the people you know. بفرمایید عزیزان. ببینید اولین باری که در تاریخ ایران یک روشنفکری که تولید فکر میکنه میاد کار سیاسی میکنه، کل تاریخ ما هرگز نبود یک روشنفکر، یعنی یک بنسازنده فکر، کسی که 70 کتاب داره، کسی که به 30 زبان آثارش ترجمه شده، کسی که کتابش در همین کتابخونه لندن وجود داره، در شما الان به علی عبدالرضایی به تو آمازون کتاب انگلیسی من هست، به این سرچ بکنید کتاب آلمانی من پیدا میکنید، کتاب اسپانیش من پیدا میکنید، کتاب فرانسوی من پیدا میکنید، اصلا سرچ بکنید به همه این زبان ها. همین the end of December 2020 شاعر برگزیده جهان شدم در فستیوال رومانی، یعنی به عنوان یه متفکری که نظریه پردازه. خب شما توی اینا رو نمیبینین اصلا، هرگز نمیگین آدم 70 کتاب داره، نمیگن این آدم لیدرشپ داشته در دهه 70 اونجا فکر ساخته، نمیگن این انقلاب سکسی که الان هست در ایران در دهه 70 موتاه علی عبدالرضایی ازش صحبت میکرده، اینا هرگز به شما نمیگن. بعد میان چی میگن؟ میگن یک خبرنگار به اسم علی جوامدی ناگهان میاد
میگه که علی عبدالرضایی شاعر بیت رهبری بوده. کجا داره میگه؟ کسی که در صدای آمریکا بوده، یه قدرت چیز داره به هیچ مدرکی. بعد اسانلو بهش میگه که تو مدرک داری؟ گفت یه هفته ویدیوشو منتشر میکنم، منو دو سال گذشته. ویدیوش کو؟ مگه علی جوامدی نگفت تو شاعر بیت رهبری؟ گفت ویدیو دارم میذارم بیت محضر خامنه ای شعر میخونه. یک شاعری که از 14 سال دیگه حذف میشه، ضد اسلام بوده، یک اتئیست، یک اولترا اتئیست، نه این اتئیست ایرانی، و اینو میگن شاعر بیت رهبری بوده. من چی بگم آخه؟ یا مثلا میگن علی عبدالرضایی که ضد سادات خودش سیده، سید علی عبدالرضایی کجا؟ میگن تلویزیون کلمه. تلویزیون کلمه رو کجاست؟ میگه کجا نیست. تلویزیون کلمه اون آقای ابراهیم احرادی میگه علی عبدالرضایی سید علی عبدالرضایی بوده. توجه کنید، یعنی اونها به نظر اونها سید بده. منم که ضد اساس سید این نگاه نجات پرستی دیسکورس دادم، تولید و گفتمان کردم، خب، ولی میگن علی عبدالرضایی خود سید بوده. همه من که الان ناشناسی که نیستم که، همه اون لنگر و گیلان و اینا رو نمی‌شناسن، همه میدونن من سید نیستم. و این در تلویزیون کلمه داره میگه که علی عبدالرضایی سید هم داشته باشید. در باره زن، زن بازم رو در یه چیز قبول داشتم و اون این بود که در قیام فرودستان شاهد بودم از هفتم تا هفدهم دیما زن نقش به عنوان تریبون خارق‌العاده عالی عمل کرده بود. زن پدرش دشمن بزرگ منه، حاج آقا زم اونو میدونن که تو حوزه هنری دشمنی بزرگی آقا داشت و من هرگز نمیتونم یک ملازاده رو بره بتابم و با خیلی طبعی زم بعد از قیام فرودستان هم مشکل داشته. ولی همین زم وقتی به یه جایی میرسه که کار عملی بکنه با من تماس میگیره، تماس رو یکی از این بچه هایی که شما باش اینجا فکرم دعوت کردید اینجا سخنرانی داره، خانم رو فکر کنم میسوش قاضیزاده، نه پوراقایی، سفیده پوراقایی، خانم سفیده پوراقایی توی این شورای هماهنگی رسانه ها یه جای کذایی بوده توی تلگرام، اینا اونجا کار میکردن و اینا چون ما کار عملیاتی میکردیم با ما قرارداد انجام دادن. قراردادشون این بود که اگر ما کار میدانی بکنیم اسم حزبمون توش نباشه اینا منتشر میکنن و بعدم قبول کردن که بعدش هم اون درسنامه های من رو منتشر میکنن، یعنی به مردم یاد میدم که چگونه با جمهوری اسلامی مبارزه بکنن. ما قبول میکنیم آی آر از جلوی اسممون برمیداریم، همه جا دیوار نویسی میکنیم، به این کانال های تلگرامی میزنن، سلطنت طلا به اسم خودشون، مجاهد خلقا به اسم خودشون، همه اینا همه جا منتشر میشه. حالا چه انجام میده؟ در واقع حزب ایران آرشیست ها همه این کار رو انجام میدن. یعنی شما کل این قدرت میدانی ما یه جوری که کل اینا متحد بشن قدرت میدانی ما رو ندارن، چون بچه های ما ایدمند عمل میکنن. بچه های ما 7 سال داروشون کار میشه، 7 ساله که زیر بنای پرندازی رو میشناسن، میدونن چرا مبارزه میکنن، روشن فکرن، نویسندن، هر کدوم پشیش را کتاب منتشر کردن. ناگهان شورای هماهنگی میزنه زیرش، تو اون این خانم پوراقایی فعالتر بوده. این خانم به من میگه که تو بهتره که مثلا من با این شنیدم که زم خیلی شما رو از روز عملیاتی قبول داره، میگه تنها علی عبدالرضایی که عملیات میکنه، چرا اینش با شیرین نجفی صحبت نمی کنی که با اینا آمد نیوز کار شما منتشر بکنه؟ میگم اوکی. من نقشم این بود که کار ما در اون یه دربی جام حذفی بود در اهواز گرفته بود، ما تونسته بودیم کاری بکنیم 2 ساعت جمهوری اسلامی برنامه‌ش رو، نمایش برنامه‌ش در تلویزیون خودش به تاخیر بندازه در اهواز. حالا می‌خواستیم اینو تو دربی اجرا بکنیم، دربی که دربی دختر آبی، استقلالیا یعنی استقلال با دختر آبی رو مت کرده بودن، ما از اون می‌خواستیم استفاده بکنیم. دنج شیرین نجفی و خانم پوراقایی من یه جلسه می‌ذاریم اونجا، من صحبت می‌کنم که قرار میشه که با زن ما متحد بشیم با آمد نیوز، اونا تریبون ما بشن و ما یه عملیات داشته باشیم توی دربی دختر آبی. تا اینا بابا اعلام میکنن که آمد نیوز چی شده، فرداش شیرین نجفی غیب میشه، یعنی شیرین نجفی رو میگیرن. دو روز بعدش خبری از این نبود. من پیام میفرستم واسه خانم پوراقایی، میگم که این برنامه اگه چیز باشه این چندشاره و اینا ما رو سر کار گذاشتن و قرارداد خوبی نبوده. بلافاصله زن با من تماس میگیره، این خانم میره بزن میگه، زن بلافاصله تماس میگیره میگه من در خدمتتونم، ما سر قولمون هستیم. و واقعیت اینه که زن تا پایان دربی دختر آبی نهایت همکاری رو با ما کرد، اصلا خودش هم دخالت نداد، گفت فرمانده این کار موتا هست رو فلان اینا، هرچی هم من میخواستم بگیره. یک عملیات فوق العاده ای بود که ما انجام دادیم، نتیجه هم همه میدونن.
بعد اون یه روز بعد از اون عملیات زم رو دستگیر میکنن. زم این ماجرا است. سر این ماجرا و تعبیر ما در ماجرا زم چی نشون داد تلویزیون ها میشنوید. و شیرین نجفی هم از همون لحظه، یعنی به از نظر من از دو روز قبل از اینکه ما حتی دربی دکتر آبی داشته باشیم دستگیر شده، در خدمت سپاه بوده، چون بعد از اون دیگه با من صحبت نکرده. این ادامه پیدا کرد تا زم رو گرفتن، تلویزیون ها همه جا صحبت کردن از اینکه شیرین نجفی رو می آوردن اون وسط مشکلی شیرین نجفی تحت نظر سپاهه داره به همه جا مصاحبه میکنه. من یه دیسکورس مطرح کردم، گفتم که این مزخرفه که زن با پای خودش رفته تا عراق. زن نتیجه یک معامله بوده و در اون پروسه معامله اینا آدم ربایی داشتن. یعنی ما باید از این استفاده بکنیم که نشون بدیم که جمهوری اسلامی آدم ربایی کرده. این کیسی بود که من دنبال کردم. خبرنگار فرانسوی آشنا شدیم، بهش ایده دادم، فرستادم سراغ زن باشون مصاحبه نکرد. اون خبرنگار میتونه کلی کار بکنه. حقوقدان فرستادیم باشون مصاحبه نکرد. یعنی یک خانواده زن باید دخالت میکردن، اصلا شراکت نکردن با ما. به همین گزارش پیشنهاد دادیم بر اساس همین بچه‌ای که اونجا نفوذ داشتن، گفتیم که برید اینو وکیل بگیرید ما بفهمیم که زم آیا به عراق رفته، در واقع باید وزیر امور خارجه فرانسه یا دولت فرانسه در این باره نظر بده. ما این نظر رو نگرفتیم. یعنی هنوز یک دولت این مسئولیت رو قبول نکرده، بخاطر اینکه من پشت تمام اینا سناریو میبینم. حالا داشته باشید، ما تا اینکه بگن شیرین نجفی اینو لو داده، همه مسئول این چه شیرین نجفیه. به شیرین نجفی همزمان که در تلویزیون میومد من بهش گفتم که من میدونم که تو الان چیز اسیر سپاهی، و این گفت نه من نیستم فرانسوی، چون اون آیدی که داشت. بهش گفتم بچه گروه من در اختیارته. همون روزا، یعنی همون زمانی که تلویزیون های دوای زنپم میگفتن، همون دو سه روز قبل بعد اینکه زنپم دستگیر کردن، و این وقت گفتم که میتونی تو گروه من، گروه من 2000 نفره، میتونی اینجا تحت پرسش پاسخ باشی، خودت هم ادمین میکنم، به پاسخ ها به طور مستقیم پاسخ میدی به سوالا، و اینجا میتونی راحت باشی. گفت باشه من میام. من به همه اعلام کردم که شیرین نجفی نمیاد. یک ساعت قبل از اون پیغام فرستاده که من نمیام. من گفتم این یعنی اینکه تو اصیل سپاهی. در واقع بچهای ادمین در واقع ما تو ادمین نفوذی داشتیم. بعد اینا گفته بودم این سوالا باید پرسیده بشه، این سوالا پرسیده بشه تا بفهمیم این اصیل سپاه هست یا نه. سناریویی که ما داشتیم این بود که باید اثبات میشد به ما. اینا فر یکی از ادمینا احتمالاً گفته اینی که همه تبلیغ کرده بودی قبل بیاد، یک ساعت قبل از برنامه دیگه نیومد. این آخرین تماس من با شیرین نجفی مربوط کی میشه؟ مربوط به همون نهایتاً 3-4 روز بعد دستگیری زن میشه. بعد از اون من هیچ نشان و خبری از شیرین نجفی ندارم. همین آقای مزدور یه مدت بعدش گفتش که آره ما خبر داریم از طریق دستگاه رسانه‌ای پلیس انگلیس، پلیس آمریکا خبر داریم که مویتا علی عبدالله آقای در همین تلویزیون کلمه گفتن با شیرین نجفی در تماسه. توی زندگی من پلیس انگلیس همیشه هست. همون العربیه گفته بود که در لندن کمپین گذاشتن که موتا شاهد پدوفیلیه و لندنیا کمپین گذاشتن پلیس انگلیس در بده در اینه دنبالشه. پلیس انگلیس هر لحظه در حال ساپورت منه. من اینجا رئیس اجرایی رایتر اینک بودم، من اینجا بریتیشم، من اینجا صرفا یه ایرانی فلان نیستم که در واقع با من طرف شدن آسون نیست از جمهوری اسلامی. با این حال تهدید میکنن پلیس انگلیس، من در اختیار چنگ پلیس انگلیس هم. در واقع پلیس انگلیس اگه نبود الان استخوانم هزار پوشیده بود. مراکشی وقتی که اینا در از اون بحث بندازی نبودن تبار سلیمانی مراکشی رو فرستاده بودم که 6 سال پیش. اگر امکان است کوتاه‌تر یه جنبندی با پلیس انگلیس. تمام شد. جنبندی همینه. همه اینها هیچ دلیلی دقیقاً ندارن. مثلا میگن که با نجفی من در تماسم. نجفی اصلا در تماس در کار نیست. اگه باشه باش تماس میگیرن، چون اون الان قربانی جمهوری اسلامیه و من اون اصلا مزدور نمیدونم. کسی که گفت اون مزدوره یک پاسداری که در ترکیه داره کار میکنه، پسر آیت الله هست و او اطلاعاتیه و تمام تلویزیونایی که باش دارن کار میکنن تو پروژه سپاه از شیرین نجفی دارن یک مزدور میگیرن. شیرین نجفی مثل زن یک قربانیه. وظیفه ما اینه به عنوان برانداز ازم از شیرین نجفی دفاع بکنیم. ببینید یه چیزی من بهتون بگم، تنها کسی بعد از دستگیری زن بحث این که آدم ربایی شده من بودم. تنها کسی که از قانونی رو فالو کرد، حتی شیرین نجفی دفاع کرد، گفته بود یه قربانیه. این آمد نیوز ارزش باشه 50% آمد نیوز شیرین نجفیه. تمام تلویزیون ها ژورنالیسم فارسی به او حمله کردن. اگه شما آمد نیوز رو دوست داشتید 50% داشت این دختر بوده، او تیتر میزنه.
من اصلا شیرین نجفی رو نمیشناسم. تمام آشنایی با شیرین نجفی طی دو روز همون مبارزه اتفاق افتاده، ولی ما اصولی داریم. درست. ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم، ماهیت اسلام رو میشناسیم.